برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دانشمندان نسبت به احتمال وقوع یک فوران آتشفشانی عظیم در انگلیس در قرن جاری که در صورت وقوع آن منجر به تغییر آب و هوای زمین و تهدید جانی میلیون ها نفر می شود هشدار دادند. بر اساس گزارش روزنامه انگلیسی دیلی میل، دانشمندان می گویند احتمال وقوع این فاجعه در 78 سال باقی مانده از قرن جاری 1 در 6 است. کیومرث عباسی قصری، شاعر پیشکسوت در سن 81 سالگی از دنیا رفت. او فارغ التحصیل رشته علوم قضایی در مقطع کارشناسی بوده که در وصف امام حسین علیه السلام شعرهای متعددی را سروده بود. نصیف جاسم خطابی، استاندار کربلای معلا که به شهر مقدس مشهد سفر کرده، به زیارت حرم امام رضا علیه السلام مشرف شد. استاندار کربلای معلا و هیئت همراهش با هدف انجام برخی هماهنگی‌ها به دیدار مقام‌های استان خراسان رضوی رفتند. نتایج یک مطالعه از یک طرف نشان داد که دخانیات و الکل مهمترین عوامل بروز سرطان در سراسر جهان به شمار می روند و از طرف دیگر بر اهمیت تدابیر پیشگیرانه به عنوان راه حلی مناسب برای مبارزه با این بیماری مهر تایید گذاشت. در این مطالعه آمده بر اساس بررسی ها 44.4% از مرگ و میر ناشی از سرطان در سراسر جهان ناشی از مصرف دخانیات و الکل است. سازمان برنامه جهانی غذا هشدار داد که با فرا رسیدن ماه سپتامبر، قحطی حداقل 22 میلیون نفر را در منطقه شاخ آفریقا، جایی که خطر ناامنی غذا به دلیل سطح بی سابقه خشکسالی در حال افزایش است، تهدید می‌کند. این سازمان عنوان کرد که عدم بارندگی بدترین خشکسالی 40 سال اخیر در این منطقه را تشدید کرد و منجر به مرگ میلیون ها دام، نابودی محصولات کشاورزی و فراگیر شدن قحطی در کنیا، سومالی و اتیوپی شد. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، با تحقیق درباره اتهامات جنسی علیه مقامات کلیساهای کانادا از جمله یک اسقف ارشد مخالفت کرد. مارک اوئلت از اسقف ارشد کانادایی که در سفر اخیر پاپ به این کشور او را همراهی می‌کرد، از سوی دستیار خود که در سال 2008 دختری 20 ساله بود به تعرض جنسی متهم شده است. خبرگزاری یورونیوز گزارش داد هکرها با استفاده از دو نقص امنیتی تازه‌ای که تمام سیستم عامل‌های اپل و روی تمام محصولات آن از جمله آیفون، آیپد و کامپیوترهای مک یافت شده، می‌توانند کنترل کامل آن وسیله را به دست بگیرند. برای جلوگیری از این اتفاق، اپل به کاربرانش توصیه کرده که سیستم عامل‌های خود را به روزرسانی کنند.